کور شود هر آن که نتواند دید. این حق ماست. میگویند حق گرفتنی است و ما با عزمی راسخ، با اراده‌ای پولادین، با جوانانی پایکار، با دانشمندانی جوان حتی جوانتر از انقلابمان که 40 سال شده است، این حق را گرفتیم. در این 40 سالگی انقلاب دیگه توان کامل دفاعی خودمون رو اعلام بکنیم. ما به قله فناوری موشکی، به قله فناوری نقطه زنی، به اوج تکنولوژی ساخت موشک‌های زمین به زمین بالستیک رسیدیم. سلام علیکم. در یکی از مجموعه‌های عظیم ساخت موشک‌های بالستیک در زیر زمین هستیم و حالا از این قله افتخار که صدها متر زیر زمین است رونمایی کردیم. یک امکان گرانبهاییه، امکان بسیار حیاتیه. طبیعی که جایی نگهداری میکنیم که براحتی دست دشمن نرسه، جایی که دست بشر به آن نرسیده و نخواهد رسید، جایی هم در این مکان هم که دست هیچ بنی بشری بهش نمیرسه، جایی در ناکجا آباد. کدوم شهر بود، کدوم استان بود، من واقعا که نمیدونم کجا بود. ایمان عزیز، فعلا این کار برای سلامتی خودت لازمه که این کار ما باید بکنیم، واسپایی هم بکنیم. پس بازم چشم بسته باید بریم بیرون. بله همینطوره. بگذار حالا فکر بدفکران به ایران اسلامی ثانیه به ثانیه درگیر شود که اینجا کجاست؟ کجای سرزمین من و تو که اقتدار و امنیت و ابهت تولید میکند؟ میدونن که توان جمهوری اسلامی به حدی رسیده، به حدی که بازدارندگیش قطعی است و برای همین اونها در رابطه با تهدیدهای نظامی یا اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی ندارند. ما انواع موشک‌های بالستیک نقطه زن را با قدرت می‌سازیم و به هیچ کس جز خدا و وجدان خیش پاسخگو نیستیم. تمام منافع استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی در منطقه در تیررس موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. درسته؟ بله. خب دشمن دشمنه، خود دشمن هم در تیررس موشک‌های سپاه هست یا نه؟ اونقدر اونا منافع دارن اینجا، حتی حضور نظامی دارن و نمیتونن این حضور رو نداشته باشن تو شعاع 2000 کیلومتری اطراف ایران، چون خودشون هم حضور دارن، به خصوص بخش‌های امنیتیشون، حتی سیاسیشون و یا بخش‌های دیگه از اینها حضور دارن. این آسیب پذیری کفایت میکنه. آنهایی باید پاسخ دهند که سالهای سال به صدام سلاح دادند، موشک دادند، مین دادند، بمب دادند و مردم سرزمین ما را به خاک و خون کشیدند. Carrying chemical warheads and you did not have a single missile to retaliate so that maybe Saddam Hussein would stop. We went to one country after another begging for a single Scud missile to defend our people. Begging. زن و کودک و پیر و جوان ما را شیمیایی کردند و هنوز صدای سرفه‌های جانکاه در گوشه گوشه ایران عزیز شنیده می شود. آنها باید تا ابد به بشریت پاسخ دهند که به نوچه های خود پول و سلاح دادند تا به صورت آزادترین مردم جهان ایران اسلامی چنگ زنند. حضورشون رو، حضور نظامی و حتی غیر نظامیشون در اطراف ایران در شعاع برد عملیاتی موشک‌های ما قرار داره. دستشان به خون ما آلوده است. ما پاسخگوی کسی نیستیم، چون دنیای ظلم و ستم و استکبار را میشناسیم و میدانیم باید دست بزن در روهای جهان را کوتاه کرد. تهدید میکردن اون وقتم، گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. رویشان را کم کرد. سلام، احوالشون؟ این قفسه است که میاد رو اینها. موشک ها برای امنیت ماست، برای استقلال ماست، برای آزادی ماست، برای هر ایرانی عاشق جمهوری اسلامی ایران است. و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما به اون کمک میکنیم بدون هیچ محدودیتی. و تا کسی ما را کار نداشته باشد، موشک ها به کار ناید. اما امان از آن روزی که به کار آید. این
قسمت باهاش میره و تا لحظه آخر هدایت میکنه که دقیقاً بیاد رو نقطه. اینجا یکی از محرمانه ترین کارخانجات ساخت موشک‌های بالستیک نقطه زن زمین به زمین ایران اسلامی است. بله این سوخت داره، بله به همین شکل اومده و دشمن بداند کنار هر سیروی زیرزمینی پرتاب موشک ما کارخانه‌ای مجهز نیست با حضور دانشمندان ایران اسلامی به تولید موشک مشغول است. این ظرف 5 دقیقه 6 دقیقه آماده میشه برای زدن. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی هوافضای سپاه امروز به جای همه ما ایرانی‌های عاشق اسلام و وطن با اقتدار قدم زدند. جای ما دیدند، میبینه یه نوع راداری قفل میکنه رو هدف و جای ما به جوانان نخبه این مرز و بوم دست مریزاد بود. خب اینم که دیگه موشک دزفول قدرت انهدامش با موشک ذوالفقار به لحاظ حجم تغییر نکرده، وزنش یکیه ولی قدرت در واقع اثر گذاریش و تخریبش دو برابر. دزفول هم امروز رونمایی شد. استقامت و مقاومت و پایمردی مردم خوزستان و به ویژه شهرستان دزفول خب مثال زدنیه. بالستیک نقطه زن زمین به زمینی که از این پس به جمع برادران بالستیک خود پیوست و در کارخانجات زیرزمینی موشک تولید انبوه شد. موشک دزفول در واقع به لحاظ ابعاد و اندازه خیلی نزدیک به هندسه موشک ذوالفقار. خب موشک ذوالفقار 700 کیلومتر برد داره، این حدود 1000 کیلومتر. روزی صدام با صدها بمب و موشک و توپ و گلوله خارجی تن مردم مظلوم دزفول را لرزاند، اما دنیا نمی‌دانست در 40 سالگی انقلاب اسلامی این دزفول است که تن استکبار جهانی را می‌لرزاند. شاید ایران هراسی هم واژه بدی نباشد. آنها که این واژه را ساختند خوب می‌دانند دشمن ایران باید از ایران هراس داشته باشد و شبانه روز تنش بلرزد. این رونمایی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب و دهه فجر انقلاب اسلامی است که با توجه به آرزوهایی که دشمنان می‌کردند که این ایام اتفاقات دیگری بیفته، می‌خواستیم براشون ثابت بکنیم که در مسیر دفاعی و توان دفاعی هیچ تغییری ایجاد نشده و خوب می‌دانند دوست ایران اسلامی یعنی هر چه مظلوم است همیشه زیر چتر حمایت ایران عزیز است. بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. تکلیف صهیونیست ها با رژیم اشغالگرشان که معلوم است، محلی از اعراب ندارند. هشدار ما به امریکا و غرب است، هشدار ما به پاچه‌خواران و جیره‌خواران جهان است. آمدیم ثابت کنیم صنعت موشکی ما ایرانی ها به هیچ کس ربطی ندارد. اینجا یکی از مجموعه های عظیم زیرزمینی ساخت موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران، تا کور شود هر آن که نتواند.